سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. اطلاعات تعریف مشخصی نداره. میشه اون رو فقط برای آدمی تعریف کرد و یا کلیتر و عامتر تعریف کنیم که شامل حیوانات و کامپیوتر و اجسام بیجان هم بشه. به این ترتیب اطلاعات به طور کلی به ورودی های قابل پردازش، قابل بهره برداری گفته میشه. داده ها قبل از اینکه پردازش روی اونها انجام بشه، به اون داده های خام اطلاعات میگیم. البته در کامپیوتر ممکنه قبل از پردازش رو داده بگن و بعد از پردازش رو اطلاعات، اما به طور کلی اطلاعات اون مجموعه داده هایی هستند که قابل پردازش باشند. الان میخواییم بررسی کنیم و ببینیم که اطلاعات از چه جنسی هستند و مفهومش چیه. وقتی یک نفر عبارتی رو بر روی کاغذ می نویسد، از نظر فیزیک با صرف انرژی جوهری رو بر روی کاغذ مالیده. از این لحاظ اون عبارت با خط خطی کردن کاغذ فرقی نداره. اما اون عبارت میتونه فرمان یک جنگ باشه و یا نتیجه یک تحقیق علمی باشه، میتونه کلی اثرگذار باشه، چون حاوی اطلاعاتی هست که مسلم با اون خط خطی کردن فرق میکنه. خب این اطلاعات کجا هست؟ آیا در درون اون جوهر و کاغذه و یا اطلاعات در درون ذهن آدمی ساخته میشه؟ او دقت کنید که به پردازش های متفاوت از اطلاعات کاری نداریم. خود اطلاعات، همون داده های خام که از یک عبارت به ما میرسه، نمیتونه متفاوت باشه. اما مثلا فرض کنید آنچه که ما از کتیبه داریوش میخونیم همونیه که او قصد داشته بنویسه و نوشته. حالا ممکنه منظورش با آنچه که ما امروز درک میکنیم متفاوت باشه. مثلا در کتیبه ای داریوش بزرگ نوشته خداوند این کشور رو از دروغ محفوظ دارد. او این جمله اطلاعاتی رو به ما میده. حالا ممکنه برداشت ما از کلمه دروغ همون دروغ گفتن باشه، اما منظور داریوش احتمالاً این بوده که کسانی که به دروغ خودشون رو فرزند کوروش یا اقوام شاهان معرفی میکنند و دست به شورش میزنند، خدا کشور رو از اون شورشیان حفظ کنه. این دیگه میشه تحلیل و برداشت از اون اطلاعات رسیده از کتیبه. اما خود اطلاعات همونه که داریوش نوشته. خلاصه یعنی اطلاعات باید در درون همون نوشته باشه، بر روی سنگ یا کاغذ، و در ذهن ما ساخته نمیشه. خب اگه تفاوت یک عبارت نوشته شده رو با یک خط خطی کشف کنیم، اطلاعات رو پیدا کرده ایم. فرق یک نوشته با خط خطی اینه که نوشته برای ما معنا داره، یعنی قابل پردازش، قابل بهره برداری هست، اما خط خطی چی؟ بی‌معناست، غیر قابل پردازشه. حالا چی باعث شده که یک نوشته قابل پردازش باشه؟ اون چیدمان و نظمی که در اون نوشته هست، یعنی جوهر الکی مالیده نشده. چیدمان اون جوهر همون اطلاعاتی هست که به ما میرسه و ما اون چیدمان رو تحلیل میکنیم و ازش برداشت میکنیم. جنس اطلاعات میشه از جنس چیدمان، نظم مولکولهای جوهر یا هر چی. اطلاعات یعنی نظم. اون میدونید که اطلاعات محدود به کتیبه و نوشته نیست. یک فسیل هم داره اطلاعاتی از گذشته به ما میده. یک فسیل که اثری از وجود اون مثلا دایناسور چند میلیون سال پیش بر اون نقش بسته، ما با مطالعه نظم اون اثر، یعنی مطالعه اطلاعات اون فسیل از نحوه زندگی اون دایناسور آگاه میشیم. پس نظم فسیل هم اطلاعات محسوب میشه. در کانال وریتازیوم که یک کانال علمی و جذاب در یوتیوب هست، در یک ویدئو در مورد وقایع رندوم و تصادف به اطلاعات میپردازه و اون رو معادل نظم معرفی میکنه. بسیار عالی. اما بعد میاد یک تحلیل اشتباه رو پیش میگیره. البته باز تأکید کنم مطالب علمی این کانال وریتازیوم عالیه، اما این تحلیلشون یک کار علمی نیست.
اونا میگن یک تصویر ویدیویی نقطه به نقطه حاوی اطلاعاتی هست. بسیار خوب، اما میشه اطلاعات اون رو به طور فشرده ذخیره کرده، چون همه نقاط اون که مدام تغییر نمی کنند. برای ضبط هر لحظه کافیه که فقط اطلاعات نقاط تغییر یافته رو ذخیره کنیم، بقیهش اطلاعات تکراریه، درسته؟ حالا اطلاعات اون نقاطی که تغییر می کنند هم اگه از قبل قابل پیشبینی باشن، یعنی اونم اطلاعات جدیدی نیست دیگه. میگن نظم کامل که اطلاعاتی نداره، نظم تکرار شونده هم باز اطلاعات چندانی نداره، تکرار یه تیکه اطلاعات کوچیک هست دیگه. پس چی اطلاعات داره؟ بی نظمی. چیزی که نظم نداشته باشه و قابل پیشبینی نباشه، اون میشه اطلاعات خالص. این رو اونها میگن ها، یعنی همون رندوم، تصادف، غیر قابل پیشبینی، بی نظمی. یعنی اونها از این که اطلاعات مساوی نظم هست، با این تحلیلشون رسیدن به این که اطلاعات مساوی بی نظمی هست. بعد خب میگن بی نظمی در عالم همون انتروپیه و علم نشون داده که انتروپی جهان رو به افزایشه، پس اطلاعات جهان رو به افزایشه. خب این اطلاعات جدید از کجا میاد؟ تحلیل کردند که از کوانتوم میاد، چون تصادف در کوانتومه دیگه، هی تصادف داره رخ میده، هی اطلاعات جدید داره ساخته میشه. بعد اینو یک جور عجیبی ربط میدن به اراده و اختیار انسان. بعد برای اینکه اون تصادفات ریز کوانتومی رو به تصمیمات و اختیارات انسان بچسبونند، نظریه آشوب رو هم این وسط مالیدن. کلن عجیب در این تحلیلشون پرت میزنند. خیر، اینطور نیست. اطلاعات همون نظمه، نبی نظمی. همونطور که نظم کامل اطلاعاتی نداره، بی نظمی کامل هم اطلاعاتی نداره. موضوع اینه که در چیدمانی که وجود داره، در هر چی، باید نظمی درش وجود داشته باشه. اون نظم میشه اطلاعات. اتفاقا اینکه انتروپی جهان رو به افزایشه، یعنی اطلاعات جهان داره از بین میره. چیدمانها دارن به هم میریزند. مثلا اولین بار که باستان شناسان فرض کنید یک کتیبه ای رو از داریوش به خط میخی کشف کردند، خب کسی اون موقع خط میخی بلد نبوده که، اطلاعاتی از این کتیبه به دست نمی آوردند. اما بنا رو بر این گذاشتند که در این کند کاری نظمی وجود داره، اطلاعاتی وجود داره، و با تحقیق در خود اون کتیبه و کتیبه های دیگه از همون خط میخی، به رسم الخط میخی پی بردند و اطلاعات اون کتیبه رو به دست آوردند. اون رسم الخط هم میشه قانونی برای انتقال اطلاعات. طبق اون رسم الخط، طبق اون قانون، اطلاعات از ذهن داریوش به کتیبه وارد شده و کتیبه رو نظم داده، و طبق همون قانون اون اطلاعات از کتیبه به ذهن ما میرسه. این همین ماجرا برای کامپیوتر هست. در چیدمان 0 و 1 ها نظمی وجود داره که طبق قانونی چیده شده و طبق همون قانون برای یک کامپیوتر دیگه قابل پردازش هست. اطلاعات محدود به انسان و کامپیوتر نیست. در لایه‌های زمین نظمی وجود داره که میتونه اطلاعات زیادی در مورد گذشته زمین به ما بده. این اطلاعات از کجا اومده؟ ببینید، مثلا از فوران آتشفشان گدازه‌های آتشفشانی بر زمین می‌نشیند، و هرچه دوره آتشفشان طولانی تر باشه، مقدار بیشتری گدازه بر زمین می‌نشیند. همین موضوع ساده میشه یک قانون طبیعی، قانونی برای انتقال اطلاعات، و طبق این قانون چیدمان و نظم لایه‌های زمین به ما این اطلاعات رو میده که مثلا در گذشته برای چه مدت در اینجا آتش فشان فعال بوده. در این مثال، در طبیعت بیجان بر اساس قانون طبیعت نظمی به وجود اومده، یعنی اطلاعاتی ذخیره شده. نه نیاز به طراح هوشمند داره، نه تکنولوژی و چیزهای دیگه. که در اطراف سیاه‌چاله‌های فضایی یک افق رویداد هست که میگن اجسامی که در سیاه‌چاله سقوط می‌کنند، اطلاعاتشون در اون افق رویداد باقی میمونه. باز همین معنا رو میده که اون جسم سقوط کرده و جزئی از سیاه‌چاله شده، اما از این فاصله دور که ما به اون نگاه می‌کنیم، به خاطر وجود میدان گرانشی زیاد در اطراف سیاه‌چاله، زمان اون
کند میگذره، بلکه اصلا نمیگذره. اون جسم رو در افق رویداد متوقف میبینیم، به طوری که میتونیم اون جسم رو اندازه گیری کنیم، مطالعه کنیم. به اصطلاح میگن اطلاعات جسم در افق رویداد باقی میمونه و از بین نمیره. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.